سلام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به برنامه های ورزشی. همونطور که خدمتتون وعده کرده بودیم، از این به بعد شنبه شب ها به طور مستقیم با مرور رقابت های جام آزادگان یا رقابت هایی که تیم های ورزشی کشورمون در رشته فوتبال در اون حضور داشتن در خدمتتون خواهیم بود. سعی میکنیم به طور کامل با حضور کارشناسان رشته های مختلف استفاده کنیم، از نظرات ایشون تحلیل کنیم آنچه که بر فوتبال کشورمون گذشته، به این امید که مورد توجهتون قرار بگیره. کاویانپور حالا ضربه میزنه، عالی هم میزنه و توی دروازه. من فکر میکنم یه بازی خوب اصولا همیشه بازی های اول یه مقدار مشکله، من برای ما هم برای بهمن اصلا کل لیگ. حرکت میکنه، یه حرکت از فرهاد مجیدی میره که گل سوم شکل بگیره و گل. بنده با عذرخواهی از مربیان محترم هر دو تیم، نه بازی برنده رو پسندیدم نه بازی بازنده رو. تصویر آهسته، تلاش رسول خطیبی، ضربه سر حسین خطیبی و این هم ضربه تمام کننده از مارکار آقاجانیان. چیز مهمی که باید داور در نظر بگیره عمد بازیکن در اون حرکت، که اینجا تشخیص من اینجا به این شکل بودش که این بازیکن یه مقدار کم آورد و قصدش توپ بود، منتها توأم شد با برخورد بازیکن که از نظر من بله این دقیقا اون چیزی که حالا من تشخیص دادم اینجا هم همونجور تشخیص میدم و مثلا مواجه شد با کارت زرد. و حال برنامه ما نوپا هست و حتما منتظر شنیدن نظرها و پیشنهادهای شما هستیم که به طور حق دستندرکان این برنامه رو در ارائه برنامه بهتر کمک خواهد کرد. با برنامه 90 در خدمتون هستیم. برای سوت داور ضربش زد، کارت زرد دوم گرفت عبدالله ویسی و اخراج شد. خود عبدالله ویسی که در این بازی اخراج شد کاملا اذعان داره به این که حقش بود که در این دیدار اخراج بشه. عبدالله ویسی از جمله بازیکن خوب فوتبال کشور ماست. اون موقع که آقا داور سوت زد و آفساید گرفت، من صدا سوتو نشنیدم و ضربه زدم به توپ، قبلش هم کارت زرد گرفته بودم و باید اخراجم می‌کرد که کارش هم درست بود. فرهاد مجیدی یه ضربه دیگه است. بچه‌ها کمک کردن گل زدن. بازی چطور بود؟ زیاد خوب نبود. داوری چطور؟ افتضاح. در اینجا این صحنه را اگه تماشا کرده باشین، داور در یک قسمتش بسیار خوب عمل کرد. یعنی این گل زدن داور بود. ببینید خودشو پرتاب میکنه. خوردیم اگه فیلمو برگردونیم ما به داور متذکر شدیم شماره 11 اینا دفاع ما رو میگیره. در اینجا چیزی من به اون صورت به عنوان گرفتن و خطایی نمیبینم. امیدوارم که اینجا ما در دیدمون اشتباه نکرده باشیم. تا بعد همتون رو به خدای بزرگ و من نامی سپارم. خدا نگهدار، موفق و معید باشید.